یه جوجه. آره جوجه شاتوتیه. بعد حتی پرنده بالغ، خصوصا جوجه، وقتی که جایی میبرید، اولا که جایی نبرید اصلا بی خودی. چون اگر متاسفانه اینو باید بهتون بگم، اگر شما اطلاعات کافی نداشته باشی، پرنده تو مریض کرده باشی، خصوصا یه جوجه رو اصلا مریض که میشه باید تقریبا میشه گفت بی خیالش، خیلی شانس کمی داره. خب یعنی کاری از دست کسی بر نمیاد. و وقتی هم که درست نگهداری کرده باشی که اصلا نمیخواد ببری، ولی اگرم میبری همیشه از اون کسی که حالا دامپزشکه یا یکی مثل من کار رفتار رو انجام میده، رفتار شناسی میکنه و اینا، باید بخوای که محیط رو یه بار دیگه جلو روت ضد عفونی بکنه، همون جایی که پرندت رو قرار میدی، هم طرف دستش و اینا رو همه رو بدون تعارف باید یه بار دیگه بزنم. با شرایط خیلی خیلی بدی که مخصوصا دیگه ما داریم، تمام پرورشگاه ها آلودن به انواع ویروس های مختلف، مثل فساد پر، مثل پی دی دی، حالا اون خیلی مهمی، بیماری فساد پر شدیدن تو کل پرورشگاه، پرنده فروشی ها، پت شاپ ها، دام پزشکی ها بیداد داره میکنه. یعنی خیلی ناجور شده، چون هیچ سازمانی نیستش که نظارت بکنه خب یا وظیفه‌شو درست انجام بده. بعد طرف هم مثلا تو خونه یه سالن بزرگ داره پر عروس هلندی، چون عروس هلندی پول زیادی توشه، چون طرفدار خیلی زیادی داره، زیاد خرید و فروش میشه، به خاطر همین زیاد هم پرورش داده میشه و با خودش بیماری های مختلفی مثل فساد پر که توتی زجرکش میشه متاسفانه، یعنی دور از جونش. وقتی پرنده شما الان اینجا یه بیماری فساد پردار حضور داشته، اگر بوده خب و من اینجا رو تمیز نکنم، پرنده شما ظاهراً، من الان اینو بهت میگم، سالمه، چقدر خوشگله، از اینجا میرید دو سه ماه بعد متاسفانه شروع میکنه پراش، اون قدرت پرواز از دست میده، تبدیل میشه به پرایی که میافتن، بعد دردش میگیره، یعنی شما دست به بالش میزنی میبینی داد میزنه، خیلی زجر میکشه، بعد مثل مرغ پوسکنده میشه، بعد تلف میشه خدای نکرده. به هر حال این موضوع فساد پر خیلی، یعنی من از الان از هر 10 تا مشاوره‌ای که دارم دریافت میکنم 3 4 تاش بیماری فساد پره. باید اینو خیلی حواستون باشه. بله. حالا خود پرنده‌ای که آوردید، فضله‌ای که اینجا کرده که خیلی عالیه، یه عروسک کنارش گذاشتید که خیلی عالیه، یعنی اینکه احتمالاً اون فیلم منو دیدید که بله گفته بودم جوجه توتیا باید کنارشون عروسک. من کلاً تمام سعی میکنم حرفایی که شما میزنید تا به حال که اجرا کردم، خب الانم خدا رو شکر مشکل خاصی نداره تارا. الان برای این اومدم که فکر میکنم شما با خود من یکم باید صحبت کنیم. خب خیلی سوال دارم، این که مثلا حالا مثلا الان من میخوام یه کاری بکنم که تارا الان بیرون از قفسه، خب نمیدونم میشه یا نمیشه، همیشه مثلا بره یه جای خاص بشینه، عادت کنه به اینکه مثلا یه جای خاص بشینه وقتی بیرونه. بذارید من استخون بندی و ستون فقراتش هم ببینم. فقط این کیف دربسته ممکنه گرمایش خوبی داشته باشه، ولی خیلی چیز مطمئنی نیست. تو ماشین تو اینجا آوردیمش، خب میخواید بره یه جای خاص بشینه؟ ببین مثلا از قفس که در میاریم یکی دو ساعت بیرون باشه، مثلا باید درش داریم یا نباید درش داریم؟ آره، یا اینکه اصلا کلن تو قفس باشه، دو ساعت بیاد بیرون مثلا، یا اینکه کل روز بیرون باشه.
شما نظرتون چیه؟ الان چند وقت پیش شماست؟ دو سه هفته؟ پنج روزش. خب 34 روزش بود من تحویلش گرفتم. از سالن گرفتید یا یه خونه گرفتید؟ از سالن. سالن خونگی بوده؟ چی بوده؟ چجوری بوده؟ نمیدونم چی بوده. خب ببین، این قدم اولی که خودش خیلی مهمه. شما فقط یه جوجه شاتوتی خریدی، شما آدم حساسی هستی، باید بدونی که پرنده رو از چه جایی گرفتی. از جای معتبر. آخه ببینید، اعتبار چجوری سنجیده میشه؟ آخه قبلش هم چند نفر دیگه ازش خرید کرده بودن جوجه. خب خدا رو شکر که من الان اینجا دارم یه توتی سالم میبینم، ولی هر کسی اینا رو نمیدونه. شما میخری، بعد با خودش یه عالمه ویروس های خیلی خطرناک تو اون محیطی که هیچ جور مجوزی نداره و یا علمشو نداره، یا اینکه فقط دنبال پوله، یا اینکه عمدن میدونه که پدر مادرش فساد پردارن با این حال انجام میده. خلاصه که منظورم اینه که شما این خطراتو پشت سر گذاشتی. خب ولی